با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خیلی خیلی ممنون و متشکرم که با نظرها، پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سر خط رو همراهی می‌کنین. خب دوستان، بالاخره موشک‌های مقاومت به حیفا رسید و مقاومت در ساعات گذشته از یک موشک جدید و دوربرد هم رونمایی کرد. برخی از رسانه‌ها و منابع محلی در این راستا میگن که این موشک‌ها به پالایشگاه حیفای رژیم صهیونیستی برخورد کرد. این تصاویری هم که مشاهده میکنین مرتبط به همین موضوع هست. اما همزمان با این حملات، حماس مسئولیت حمله به سفت در شمال اسرائیل با موشک عیاش 250 که از غزه پرتاب شده رو به عهده گرفت. این هم تصاویری از این موشک که برای اولین بار توسط حماس علیه اسرائیل استفاده شده و به هدفش هم رسیده، یعنی سامانه‌های پدافندی موفق نشدن این موشک رو رهگیری و منهدم کنن. این در حالیه که شهردار اسقلان هم اعلام کرده که از صبح امروز بیش از 200 موشک و راکت از غزه به سوی این شهر شلیک شده که متاسفانه 40 موشک مستقیم به شهر اصابت کرده است. در حالی که خیلی‌ها فکر می‌کنن هر لحظه امکان داره تسلیحات مقاومت به پایان برسه، ابو عبیده سخنگوی شاخه نظامی حماس اعلام کرده که فرودگاه بن گوریون رو موشک باران کردیم و هنوز برای ساعات آینده هم چیزهای بسیار زیادی در اختیار داریم. من به اشغالگران می‌گویم که در فرهنگ لغت ما مهاجرت بجز از شهرهای اشغال شده ما وجود ندارد. خب مثل اینکه یه خبر فوری هم داریم دوستان، رسانه‌ها با انتشار کلیپ و تصاویری مدعی سرنگونی F-16 اسرائیلی شدن. فعلا این خبر توسط منابع رسمی تایید یا رد نشده. حماس در این زمینه گفته که جنگنده‌های F-16 اسرائیلی رو با موشک‌های زمین به هوای متابار 3 در 35 کیلومتری آسمان غزه مورد هدف قرار داده. مشخص نیست که آیا جنگنده سرنگون شده یا خیر. شبکه الجزیره هم گفته که این موشک‌ها ساخت جمهوری اسلامی ایران هستن. در همین زمینه باید بگم که اگه فلسطین به برخی سامانه‌های پدافندی نسبتاً ساده‌تر هم دسترسی پیدا کنه، عملیات هوایی صهیونیست‌ها هم کاملاً با شکست مواجه خواهد شد. پدافندهای برد بلند با هدف تأثیر بر عملیات تهاجمی صهیونیست‌ها علیه غزه رو در سوریه هم میشه با ایجاد زیرساخت شبکه‌ای راداری مستقر کرد که هم از آسمون فلسطین مقابل اشغالگران دفاع کنه و همین که سیستم پدافند شبکه محور ایران رو تقویت کنه. خب اجازه بدین در این قسمت از ویدیو حالا یه سری بزنیم به جدیدترین واکنش‌ها در مورد این درگیری‌ها. چین در اظهار نظری جدید موضعش رو شفاف و صریح اعلام کرد و گفت عدالت برای مردم فلسطین محقق نشده. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت مسئله فلسطین محور مسائل خاورمیانه است و اصل ماجرا این است که عدالت برای مردم فلسطین محقق نشده. این درگیری ها نشان می دهد که راه برون رفت از این مسائل از سرگیری مذاکرات اصلی صلح در اسرع وقت است تا حقوق مشروع مردم فلسطین محقق شود. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم طی سخنانی در خصوص وضعیت غزه گفته که همه طرف ها را به پیروی از عقل سلیم و دیدار و مذاکره برای رسیدن به صلح پایدار دعوت می کنم. به افزود چه از سوی وزیر خارجه و چه از سوی رئیس سازمان اطلاعاتی ما مذاکرات در جریان است. رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه غزه در حال حاضر مظلوم و قربانی است گفت اما اسرائیل چنین وضعیتی ندارد. قطع کردن غذا، برق و آب 2 میلیون انسان مصداق عینی نقض حقوق بشر است. اردوغان ابراز نگرانی کرد که درگیری ها در فلسطین به منطقه گسترش پیدا کنه. این در حالیه که منابع خبری هم از تظاهرات گسترده در شهر استانبول در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و دفاع از مردم و مقاومت غزه خبر دادند. اما مهمترین واکنش رو پوتین داشته و صراحتاً اعلام کرده که حمله زمینی به غزه بسیار دشوار خواهد بود. رئیس جمهور روسیه گفته که دستور عملیات زمینی اسرائیل در غزه به دلیل خطرات ناشی از استفاده از تجهیزات نظامی سنگین در مناطق غیر نظامی دشوار خواهد بود. پوتین گفته ما میدونیم استفاده از این تجهیزات سنگین در مناطق مسکونی کار دشواری است. چنین اقدامی برای همه طرف‌ها تبعات جدی در پی خواهد داشت. پوتین در ادامه تاکید کرد که انجام چنین عملیات‌های بدون استفاده از تجهیزات حتی دشوارتر هم خواهد شد. او گفت مهمترین موضوع این است که تلفات در میان غیر نظامیان کاملا غیر قبول خواهد بود. نزدیک به 2 میلیون نفر در آنجا زندگی می کنند. اما مقامات سازمان ملل هم بالاخره واکنشی نشون دادن و گفتن که دستور اسرائیل برای جابجایی ساکنان شمال غزه متوقف بشه. راوینا شمدسانی کمیسیونر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر امروز خواستار توقف دستور رژیم صهیونیستی
تاکسی برای نقل مکان ساکنان شمال غزه شد. این دستور بیش از 1 میلیون فلسطینی از جمله کودکان، افراد کهنسال و بیماران را شامل می شود. ما درخواست سخنگوی سازمان ملل برای لغو این دستور جهت جلوگیری از ایجاد فجایع انسانی را تکرار می کنیم. حالا این 1 دقیقه عجیب رو هم ببینیم از اذعان شبکه اینتر آشغال به حمایت گسترده مردم غزه از حماس. یکی از مهمترین اهداف حمله زمینی اسرائیل به غزه این خواهد بود که رژیم حماس رو منهدم بکنه، یعنی اینکه حماس رو از محور مقاومت ببخشید غزه رو از محور مقاومت جدا بکنه، بیاره بیرون. ببخشید حرفتون قطع میکنم آقای جاودانفر، میدونیم در همون حماس هم در همون غزه هم درسته که همه مردم غزه حامی حماس نیستن، اما حمایت گسترده ای داره. بعضی گزارش حرف از این هستش که نیمی از مردم به شکلی از حماس حمایت میکنن، دست کم 80,000 عضو داره. چقدر واقعا میشه حماس رو از غزه ریشه کن کرد؟ ببینید، طرز تفکر شما نمیتونید ریشه کنی کنید، ولی شما میتونید که دولت و میشه تمام نظام دیوان سالاری در زندگی در چیزهای غیر نظامی و نظامی رو شما میتونید متلاشی بکنید. این ممکن هستش. خب این برنامه ظاهرا اونجوری که فرداد میخواست پیش نرفت و احتمالاً یه بخشی از پول این کارشناس رو کم خواهند کرد. خب این صحبت‌ها رو در ذهنتون داشته باشین دوستان و این چند ثانیه رو با دقت تماشا کنین. اظهارات طوفانی دکتر هوشنگ امیراحمدی در واکنش به وطن فروشی روبه پهلوی و اپوزیسیون و درخواستشون از اسرائیل برای حمله به ایران. هیچ وقت نپرس جنگ رو کی شروع میکنه، بپرس علتش چیه. این روزا متاسفانه یک عده شارلاتان میان بلافاصله میگن که این جنگ را حماس شروع کرد و حماس این کار کرد، حماس اون کار کرد، پس اسرائیلیا دارن دفاع میکنن و چاره چیگی ندارن. اینا توجه ندارن که الان 70 ساله حداقل و البته برمیگرده به حدود 100 خورده سال که این فلسطینی ها دچار هر نوع اجحافی هستن و متاسفانه عاملش هم غرب بوده، مشخصا اول آلمان بعد انگلستان. فرض مثال اومده آقای نتانیاهو زد و خواست یه حمله تلافی جویانه یا از روی خشم با ایران نشان بده، اون وقت چه اتفاقی خواهد افتاد آقای امیرم؟ این سوال خیلی از مردم هست که تو این روزها از همدیگه میپرسن و هر کسی هم یه تحلیلی براش داره. بریم ببینیم آقای امیراحمدی چه پاسخی میده. بله، من فکر کنم که آقای نتانیاهو اونقدر احمق نیست که خیلی ها فکر میکنن. ایران رو میشناسه، توانایی های خودش رو میدونه، توانایی های ایران رو میدونه. به نظر من آقای نتانیاهو همچین حماقتی نخواهد کرد. اسرائیل الان حتی سر حماسش هم مونده، سر حزب اللهش هم مونده، الان در به در دنبال اینه که از امریکا اسلحه بگیره، پول بگیره، کشتی بگیره که ازش حفاظت کنن. اون شارلاتان ها بود، نادان هایی که میرن اسرائیل به نتانیاهو پناه میبرن که به امریکا به ایران حمله کنه، بهش کمک کنه برگرده ایران. اون نادان ها الان باید ببینن. الان دنیای عرب تا این اواخر هی میگفتن که با اسرائیل میخواییم روابط عادی کنیم، الان همشون قایم شدن، همشون تموشون رو گذاشتن زیر توی لیگاشو در رفتن. لطفا شما هم نظرتون رو در این راستا با رعایت یه سری مسائل برامون کامنت کنین دوستان. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.